اومدم پیش یکی از دوستام، میخواد زنبوراشو از پایین که الان پنجم ششم تیر ماهه ببره به یلاقات، میخواد کوچ بده. بچه این کنده هاشون کفازه، نگاه کنید کنده هاشون کفازه. بعدن این کفازه ها یه داستانی دارن، شما باید اینا رو محکم کیپ نگهداری، مجبوره برای اینکه اینا در نیاد تو کار. من برای شما دارم یه دونه میخ بزنم، اینا رو که وقتی میخ میزنی اینجوری یه ذره نمیذارم بره، بعدم میتونم بگیشه، باعث میشه که این کفیه در نه. این یکی هست. این ویدیو واسه اون بچه هایی که میخوان زنبور رو کش بدن. بچه ها یه چیزی میخواستم نکته بگم، یه سری میان کامنت میذارم ما 800 تا داریم 1000 تا داریم کندو، چجوری این کارهایی که شما میکنین ما انجام میدیم؟ نمیتونیم. بچه ها من برای بچه هایی دارم میگم که احتیاج به این کارها دارن، یعنی نیاز دارن که این چیزها رو بدونن. من هیچ اصراری نیست که این کارا رو شما انجام بدین یا انجام ندین، من فقط برای بچه‌ای که کارشون راحت باشه این کارا رو انجام میدم. الان این کفی‌ها رو میخ میزنم که وقتی میخواد فردا به اینا رو ببره یا امشب ببره، اینا باعث میشه که اینا در نیاد، راحت بتونه کوچ بده. اینم یکم اینور میزنم. محکم سه تا میخ، این یکی این ور، یکی این ور، یکی این ور. تمام این سه تا میخم برای اینکه این درش محکم نگه. بچه ها دومی مرحله برای کوچ دادن این که باید کندوتون یه ذره فشرده کنی. این کف بازه، کف بازه مشکل نه، یه خورده فشرده کنین که زنبورا راحت بتونن کوچ پیدا کنن. اینقدر سخت نباشه، سنگین نباشه. الان من میخوام اینو فشردش کنم که آماده کوش دادن بشه. براش خمیرم داره، یه کندوی 10-15 قابه که روش عسل بوده، من یه نگاه به عسلاش بکنم، عسلاش بکنم اگه عسل آماده داشته باشه برداریم، اگه نداره که میره برای کوچ. این زنبور هنوز تخم داره و هنوز من نگاه میکنم تخم روز داره بالای طبق. خب این زنبور 20 قاب، میام اینا رو قابای اضافه شون میتکنم، اینجوری یه دود میزنم، قابای اضافه شون میتکنم زنبوراشو که پس زنبورا این باید بره فشردش کنیم که راحت بتونن. ملکه روش بود افتاد داخل. من بچه ها نهیدم واقعا ملکه روش بود درست قبیل، یا زنبور نر بودش رفت داخل. این هم از این بچه ها برای کوچ اگه از پیام بیاد این وقت اینا تا برگردن الان همه شون برمیگردن سر جاشون و مشکلی نیست.
یه ذره فشرده تره. نگاه کنید این درا چون خوب کیپ نمیشد، بعد این دوستمون میخواد با ماشین شخصی خودش این زنبورا رو ببره یه لاغات، بعد از این بغلا چون که انقدر که استاندارد این طبقه ها رعایت میشه، اینا همه از بغلش زنبور میزنه بیرون و امکان داره نیششون بزنه در طول روز، امکان داره تو روز ببرن زنبورا رو جابجا کنن. برای همین من میخوام دور این طبقه، بچه ها روش ها زیاده، نه این الان از دوباره زیر این پست دوستان همیشه در صحنه ما میان میگن که آقا این کار اشتباه است. بچه این روشی که من جواب گرفتم، من این چسب دارم دور اینو، الان دور این در چسب زدم کامل پلم شد، الان اینجا رو میخوام چسب بزنم کامل پلم شد، اینم که میخ زدیم این تکون نمیخوره، پس میایم با چسب قشنگ اینو پلم میکنیم که زنبور از این بغلا بیرون نزنه که داخل ماشین یا روز به مردم آسیب بزنه، یه وقت بخواد نیش بزنه من چسب میذارم خوشیه که کفش هم بازه راحت دیگه، زنبور هیچ آسیبی نخواهد دید. اینم آقا پیمان داره کمک میکنه، اینم از چسب کامل این درزارم چسب دادم که زنبور ازش بیرون یا تو نره، یه دو دور میزنم قشنگ. برای بچه هایی که میخوان چند زنبور کم دارم میخوان کوش بدن، اونایی که زنبور چون زیاده، اونایی که استادن دیگه احتیاجی است ما بهشون بگیم چیکار کن چیکار نکن، اونا خودشون بلدن چیکار کنن. برای بچه هایی که 10 تا 15 تا خونگی زنبور داره و میخواد کوچ بده به راحتی، با چسب اینجا رو میبنده، خیلی خوشگل. نمازین این زنبور پلم آماده کوچی. خیلی مخلصیم، خیلی اینجا خیلی هوا گرمه، منو ببخشید اگه خوب صحبت نکردم یا واسه عرق ریخت. خیلی دوستون دارم بچه ها، لایک کامنت نظرهای خوب برامون بذارین و دکمه مشترک شده یا همون سابسکرایب هم بذارین. خیلی دوستون دارم. یا علی.